من تقریبا از پارسال، یعنی تقریبا از شروع انقلاب زن زندگی آزادی، یه مقداری استفادم از کوکائین زیاد شد و این افتاد توی یه سیرکلی که استراب بیشتر، استفاده بیشتر و مثلا بیخوابی از اون و استراب بیشتر توی زندگیم و یه جوری دارم از کنترل خارج شدن خیلی قسمت‌های از زندگیمو میبینم که خب جز اون کسی هستم که معمولا کنترل میکنم همه چی رو و سعی میکنم که زندگیم رو مدیریت کنم. اما اتفاقی که برام افتاده اینه که فکر کنترل این قضیه و قطع این قضیه هم به هم استراب بیشتر و این استراب الان خیلی منو اذیت میکنه، اون ترسش و استرابش و اینکه هی میگم این سیرکل معیوب باعث میشه که من هی احساس میکنم هی میرم از اول و حتی هی بیشتر و بیشتر میشه. چقدر من از کوکائین مصرف میکنی؟ دیگه وقتی که خیلی میافتم به بدخوابی و اینکه باید به کارام برسم و مرتب کنم همه چی رو و خیلی سخت میشه، گاهن مثلا چه میدونم دو روزی یک گرم یا حتی بیشتر. واو، اوکی. خب من حالا پزشک نیستم ولی میدونم برای استراب و کمبود خواب و اینا کافئین و کوکائین خیلی کار باعث کم خوابی و استراب من میشه. آره نه میفهمم که بعضی وقتا با مشروب آدم این کارا رو میکنه و اینکه مثلا دو ثانیه ذهنت بره یه جای دیگه میگه ولی فرداش هنگوور بعد که داری هیچی. و اصلا اتفاقی که میفته همینه که احساس میکنم که بازدهی که داشتم تو زندگیم شاید از یک دهم هم کمتر شده و خب خیلی آزاردهنده است. خیلی نمیدونم حالا. آره خیلی ممنون که تماس گرفتی. ببین همونطور که خودت گفتی این مشکل مصرف موادی که مثل کوکائین، الکل یا همه این موادی که اعتیادزا هستن در فاصله زمانی کوتاه یه سری از مشکلات ما رو حل میکنن. یعنی استراب داریم، الکل کمک میکنه، نمیدونم میخوایم انرژی بیشتر داشته باشیم، کوکائین کمک میکنه و در واقع چون انقدر خوب هستن میشه که خیلی بد میشن. یعنی به مرور زمان اولا که مغز رو تغییر میدن، یعنی مثلا فرض کن کوکائین سبب میشه که یه مقدار زیادی دوپامین توی مغز ایجاد ترشح بشه ولی مغز ما ساخته نشده واسه اون مقدار زیادی دوپامین، در نتیجه رسپتورهای دوپامین کم میشن و واقعا مسئله که میخواستم بگم که باعث شده که من خیلی پروداکتیویتیم کم بشه هم همینه، چون من ADHD هم دارم و صبح ادرال میخورم و این اصلا روی داروهام هم تاثیر بعدی داره. یعنی آره. به جز SSRI که میخورم ادرال هم میخورم و این کوک باعث میشه که اصلا اون هم رو مانا آره. کمک میخواد. آره. ادرال خب من اتفاقا جالبه که میگه ADHD داری به خاطر اینکه کسایی که ADHD دارن خیلی بیشتر ممکنه که در واقع حساس باشن به اینکه دچار سوء مصرف کوکائین بشن، چون کوکائین منتها اگه کوکائین تو این مقیاس مثلا زیاد میکنه دوپامین رو، ادرال داره اینجا کار میکنه و خب این در واقع وقتی که اون ادراله اصلا اثر خودش هم نمیتونه داشته باشه، رسپتور هم کم شدن، در نتیجه هی فقط باید کوکائین بیشتر و بیشتر مصرف شد. این همه مشکلاتیه که اعتیاد ایجاد میکنه و وقتی که ما حالا توی روان پزشکی راجع به درمان اعتیاد صحبت میکنیم واقعا به خاطر همین تغییراتیه که توی مغز ایجاد میکنه، چون به تدریج هیچ چیزی به جز اون دراگ یا حالا مثلا کوکائین اینجا دیگه اون تاثیر رو نداره، داروهایی که میخورین اون تاثیر رو نداره، بقیه کارهای زندگی یعنی هر کاری که ما تو زندگی میکنیم و ازش لذت میبریم به خاطر این همون دوپامینیه که آزاد میکنه. بعد کم کم دیگه بقیه چیزای زندگی هم اصلا دیگه لذت بخش نیستن، چون ما دیگه اون رسپتورامون انقدر کم شده که با این کارهای معمولی اون هیچ دوپامینی نمیرسه به اون رسپتورا و خود اون کوکائین هم دیگه اون اثر رو نداره به خاطر اینکه همون ما بهش میگیم تحمل ایجاد شده. آره و هی بعد کوکائین بیشتر و بیشتر مصرف کنی تا تازه به یه درصدی از اون چیزی که در حالت عادی بودی برسی. و بازم میگم اولین قدم واسه اینکه از این در بیای همینه که
ببینی این مشکلی که ایجاد شده رو، و طبیعتاً راه سختیه که بتونی بذاریش کنار، ولی تنها کار درستیه که میشه کرد. مسلمه اولش سخته، واسه همین باید با پزشک مشورت بکنی. یه مدتی خیلی سخت خواهد بود، به خاطر اینکه نه تنها دیگه اون دوپامین بقیه این رسپتورا کم شده، بقیه کارها اون انگیزه رو ایجاد نمی‌کنن، خود کوکائین هم دیگه نیست، طبیعتاً یه دوره سختی می‌گذره. چقدر طول داره اون دوره؟ کوتاهش مثلا شاید یکی دو ماه، ولی تا یکی دو سال ممکنه که زندگی به حالت عادی خودش برنگرده. ولی واقعا دارو میدن تو این مدت پزشکا معمولا؟ داروهایی میشه داد که کمک بکنه، ولی متاسفانه مصرف کوکائین یکی از اونایی که ما درمان خاصی هم براش، یعنی داروی خاصی نداریم. بخاطر اون دوپامین است دیگه. آره، این و... چیزی که من فهمیدم اینه که مغز خودش تولید دوپامین معمولی داره، ولی موادی مثل کوکائین و اینا انقدر اینو زیاد دقیقا میکنه که اون ریسپتورهای مغزی که دوپامین تولید میکنه دیگه به در نخور میشن. آره دیگه چون... کم ما میگیم داون رگولیت میکنن و دیگه سطحشون کم میشه توی مغز، ولی بر میگرده. یعنی شما هر چقدر که بیشتر بمونی توی اون حالتی که کوکائین مصرف نمیکنی، مغز کم کم برمیگرده. چیزی که خیلی میتونه کمک بکنه، حالا علاوه بر درمانای روانپزشکی، ولی اینه که شما الان داری در واقع توی این یک سال گذشته در این شرایط استرس زایی که ما بودیم، یه جور از این به عنوان یک مکانیسم دفاعی استفاده کردی، یه جور سعی کردی از این کمک بگیری. باید براش جایگزین پیدا کنی. مثلا حالا هر کسی تو زندگیش هر چیزی که میتونه قبلا خوشحالش میکرده، اگه ورزشه، اگه هنر، موسیقی، سفره، نمیدونم، هر چیزی که قبلا میتونسته شما رو خیلی خوشحال بکنه، الان به اون برگردین و همه این انرژی و استراب و همه چیز سعی کنین که به اون راه بریزین. این یکی از چیزایی که معمولا میتونه کمک کنه. راه سختیه، ولی مانا باید فکر کنم خودت جدیتر بگیرید، با اینکه هی استفاده از این مواد هی میخواد بیشتر 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 بشه، بعد دیگه اصلا به یه جای خطرناک میرسه. آره. ولی باید مغزه هر چیز زودتر برگرده به شکل طبیعیش که بتونه اون دوپامین معمولی خودش تولید کنه دیگه. و من نمیدونم مانا کجاست، کدوم کشوره، ولی حتی میدونم توی ایران هم برنامه‌های 12 پله‌ای وجود داره. من خیلی ها رو میشناسم که مشکلای مشابه ها تونستن با برنامه‌های 12 پله‌ای حل بکنن، به خاطر اینکه چیزی که این برنامه میده یه سیستم حمایتیه، یه گروهی هن که حمایتتون میکنن، به خاطر اینکه معمولا وقتی تو این شرایط قرار میگیریم کم کم افرادی دور برمون قرار میگیرن که اونا هم تو شرایط مشابه هن. ولی وقتی که جایگزین بشه این سیستم حمایتی با یه سیستم حمایتی که افرادی که دور برتن دارن به سمت همین هدف میرن که بخوان مصرف رو کم بکنن، خیلی بیشتر کمک میکنن. هم تیمیم دیگه، اون وقت تنها نیستی، هم دیگه رو حمایت میکنن. تنهایی انجام دادنش یه مقدار سخت‌تره به نظر. آره، من دقیقاً. و اینکه ابعاد دیگه زندگی هر چقدر تقویت بشه، مثلا حتی دوستی هایی که ربطی به مصرف مواد نداره، چون که اونا همه میتونه منابعی باشه، هم حمایت و هم کلا منابع زندگی، شادی، انرژی. و در کل هم حالا حرفی که میزد سه تا علت داره اینکه آدم اینقدر سخته که بخواد. مثلا خیلی از افراد مصرف، یعنی یک ماده رو ترک میکنن ولی بعد دوباره برمیگردن، و معمولا سه تا علت داره. ریلپس. یا اینکه آره، چیزی که بهش ما میگیم ریلپس، یا اینکه خود اون دراگ را یا اون ماده رو دوباره مصرف میکنن، مثلا یه بار مصرف احساس میکنن، یه بار حالا میتونن تفریح مصرف بکنن. در صورتی که کسی که به این حد رسیده باشه که دیگه ما میگیم سوء مصرف مواد داره، نمیتونه یه بار مصرف، چون همه اون مدارای مغزی دوباره تقویت میشن. اینه که دیگه یک بار مصرف و گاهی مصرف و مصرف تفریحی و اینا برای این فرد بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن میشه. دو، چیزی که ما بهش میگیم مثلا یک محیطیه که توش اون ماده رو مصرف کرده، مثلا دوستایی که باهاش اون ماده رو مصرف کرده، فضاهایی که اون ماده رو مصرف. همه اینا به قول تریگر میشن و دوباره اون مسیرهای مغزی رو تحریک میکنن، دوباره تکرار میکنن. اینه که خیلی خوبه که محیطمون رو عوض کنیم، دوستامون رو مثلا با دوست کسایی بیشتر، با اون دوستامون بیشتر رابطه برقرار بکنیم که وارد این فضاها نبودن. و سه هم استرس که گفتیم که سال گذشته متاسفانه نه تنها شما، خیلی از افراد دیگه داخل ایران به خاطر استرسایی که داشتن مصرف مواد زیاد شده، و استرس جوریه که هر بار دوباره شما دچار استرس میشین دوباره اون تحریک دمیم. میشه مغز که بخوای اون ماده رو مصرف بکنی. واسه همین میگم مثلا یه راه دیگه ای که مثلا فرض کن استرس که میگیری برو ورزش کنی، استرس که بتونی یه راه دیگه ای داشته باشی که دشمن استرسه. دقیقاً.
دقیقاً که بتونی وقتی که استرس پیدا میکنی اون کارو بکنی به جای اینکه به فکر این باشی که ماده اون حالا مثلا کوکائین رو مصرف کنی. ممنونم مانا جان که زنگ زدی. اتفاقاً این خیلی کوتاه چون برنامه اوور شده. خب تو ماجم 10 ماه انفرادی بوده، معلوم نیست چه شکنجه‌های روانی یا فیزیکال داشته. این توی بچه‌های ایران زیاده و زیادم تا حالا بوده. همچین آدمی وقتی که میاد بیرون نگران چه چیزایی باید باشه که جلوشو بگیره از بدتر شدن. همونطور که گفتی این شرایطی که خیلی از متاسفانه خیلی از افراد ایرانی در سال گذشته تجربه کردن شرایط بسیار سختی بوده داخل زندان‌ها. ما شنیدیم از شکنجه هایی که انجام شده، ولی مثلا حتی فقط انفرادی بودن به خودی خود یکی از بزرگترین شکنجه هایی که میتونه یک فرد تحمل بکنه. اینه که حتی اگه بقیه شکنجه هم نباشه، بودن توی انفرادی به خودی خودش یکی از بزرگترین شکنجه ها. بعد از زندان بیشترین چیزی که میتونه کمک بکنه زمانه و اینکه اطرافیان حمایت خودشون رو ابراز بکنن. در واقع نباید انتظار داشته باشیم که خیلی سریع همه چیز با حالت عادی برگرده. بیشترین کمکی که خود فرد و اطرافیان میتونن بکنن اینه که واقعا اجازه بدن زمان بگذره. مثل یه پروسه، مثل یه فرایند ترمیمی میمونه. مثل اینکه یه زخمی داشته باشین، یه شکستگی داشته باشین، واقعا باید محافظتش کنین تا زمان بگذره و بهبودی بهتر در واقع حاصل بشه. در عین اینکه حمایت اطرافیان بر باشه، در این حال این سبب نشه که یه فشاری تازه بیشتر به اون فرد وارد بشه که بخواد سریع به زندگی عادی برگرده. سبب نشه که مجبور بشه راجع به چیزی که دلش نمیخواد حرف بزنه، ولی در این حال گوش شنوا همیشه باشیم برای اون افراد که اگه دلشون میخواد حرف بزنن. و ما خیلی متاسفانه، من باید اینو بگم، شاهد این بودیم که خیلی موارد خودکشی داشتیم بعد از زندان. اینه که اطرافیان باید این رو خیلی جدی بگیرن و تا اونجا که میشه اون فرد رو تنها نذارن، حمایت خودشون رو نشون بدن که دوستش دارن. خیلی از افرادی که داخل زندان بودن تا مدت‌ها بعد انواع احساسات منفی رو تجربه میکنن نسبت به خودشون، نسبت به اطرافیان، و تحملش هم برای خودشون هم برای اطرافیان مطمئناً سخته. و دیگه اینکه کمک بگیریم از روانپزشکا و روانشناسانی که قابل اطمینان هستن، چون این خیلی یعنی گذروندن این دوره واقعا مشکله. و من واقعا میخوام که بخوام از همه اطرافیان این افراد و خود کسانی که از زندان آزاد شدن که کمک حرفه‌ای بگیرن. مرسی. خجالت نکشیم که در موردش حرف بزنیم. خیلی فکر میکنن اگر بگن که الان چه حالی دارن ابراز ضعف کردن، ولی اینطور نیست. شما نه دیگه، این همون تجربه کردین که اول برنامه میگیم تابوهایی است که باید بشکنیم. برای اینکه مثل چکاپ هر سال آدم باید رو روحیه‌اش هم کار کنه و دکتر ببینه، باید صحبت کنه، تنها نباشه. خوب شد اینجوری برنامه رو تموم کردیم. به پایان برنامه اسفنج رسیدیم. یادتون نره میتونید از طریق شماره تلفن 2026894076 در واتساپ و تلگرام و سیگنال یه پیام صوتی کوتاه بذارین، ما هم رو چک میکنیم، بعد باهاتون برای شرکت در برنامه آینده اسفنج تماس میگیریم. ممنون که یه بار دیگه با ما در برنامه اسفنج بودین و ممنون از مهمونای خوب این هفته، امید ایروانی پور و دکتر آنالیتا بصیرنیا. شب همگی بخیر و مرسی به دو تایتون این هفته اینجا بودید. این صدای آمریکاست.